فصل چهارم. عیسی باز هم در کنار دریاچه جلیل به تعلیم مردم پرداخت. جمعیت زیادی دور او جمع شدند، به طوری که مجبور شد به قایقی که در روی آب بود سوار شود و در آن بنشیند. مردم در کنار ساحل ایستاده بودند و او با مثل تعالیم زیادی به آنها داد. در ضمن تعلیم به آنها گفت: گوش کنید. برزگری برای کاشتن بز به صحرا رفت. وقتی مشغول پاشیدن بز بود، مقداری از بذرها در راه افتاد و پرندگان آمده آنها را خوردند. بعضی از دانه‌ها روی سنگلاخ، جایی که خاک کم بود، افتاد و چون زمین عمقی نداشت، زود سبز شد. اما وقتی خورشید بر آنها تابید، همه سوختند و چون ریشه‌ای نداشتند، خشک شدند. مقداری از بذرها در میان خارها افتاد و خارها رشد کرده آنها را خفه کردند و جوانه ها حاصلی نیاوردند. و بعضی از بذرها در داخل خاک خوب افتادند و سبز شده رشد کردند و ثمر آوردند و حاصل آنها 30 برابر، 60 برابر و 100 برابر. و بعد عیسی اضافه کرد: هر که گوش شنوا دارد بشنوند. وقتی عیسی تنها بود، همراهانش با آن 12 نفر درباره مفهوم این مثل‌ها از او سوال کردند. او جواب داد: قدرت درک اسرار پادشاهی خدا به شما عطا شده است، اما برای دیگران همه چیز به طور مثل بیان می‌شود، تا دائما نگاه کنند و چیزی نبینند، پیوسته بشنوند و چیزی نفهمند، مبادا به سوی خدا برگردند و آمرزیده شوند. سپس عیسی با آنها گفت: شما این مثل را نمیفهمید؟ پس چگونه سایر مثل ها را خواهید فهمید؟ برزگر کلام خدا را پخش می کند. دانه هایی که در کنار راه می افتند کسانی هستند که به محض اینکه کلام خدا را می شنوند، شیطان می آید و کلامی را که در دلهایشان کاشته شده است می روباید. دانه هایی که در زمین سنگ لاخ می افتند، مانند کسانی هستند که به محض شنیدن کلام خدا با خوشحالی آن را قبول می کنند، اما کلام در آنها ریشه نمی گیرد و دوامی ندارد و وقتی به خاطر کلام زحمت یا گرفتاری برای آنها پیش می آید، فوراً دل سرد می شود. دانه هایی که در میان خارها می افتند، مانند کسانی هستند که کلام را می شنوند، اما نگرانی های زندگی و عشق به مال دنیا و هوا و هوس و چیزهای دیگر داخل می شوند و کلام را خفه می کنند و آن را بی ثمر می سازند. و دانه هایی که در خاک خوب می افتند، به کسانی می مانند که کلام را می شنوند و از آن استقبال می کنند و 30 برابر و 60 برابر و 100 برابر ثمر می آورند. عیسی با آنها فرمود: آیا کسی چراغ را می آورد تا آن را زیر تشت یا تخت بگذارد؟ البته نه، آن را می آورد تا روی چراغ پایه‌ای بگذارد. هیچ چیز پنهانی نیست که آشکار نگردد و هیچ چیز پوشیده‌ای نیست که پرده از رویش برداشته نشود. اگر گوش شنوا دارید بشنوید. باز با آنها فرمود: در آنچه که میشنوید دقت کنید. با هر پیمانه‌ای که بدهید با همان پیمانه هم میگیرید و چیزی هم علاوه بر آن دریافت میدارید. هر که دارد به او بیشتر داده خواهد شد و آن که ندارد آنچه را هم که دارد از دست خواهد داد. عیسی فرمود: پادشاهی خدا مانند مردی است که در مزرعه خود بذر میپاشد. دانه ثبت می شود و رشد می کند، اما چطور او نمی داند. شب و روز چه او در خواب باشد چه بیدار، زمین به خودی خود موجب می شود که گیاه بروید و ثمر بیاورد. اول جوانه، بعد خوشه و بعد دانه رسیده در داخل خوشه. اما به محض اینکه محصول می رسد، او با داس خود به کار مشغول می شود، چون موسم درو رسیده است. عیسی فرمود: پادشاهی خدا را
به چه چیزی تشبیه کنم یا با چه مثلی آن را شرح بدهم؟ مانند دانه خردلی است که در زمین کاشته می شود. خردل کوچکترین دانه های روی زمین است. اما وقتی که کاشته شود رشد می کند و از هر بوته دیگری بلندتر می گردد و شاخه های آن انقدر بزرگ می شود که پرندگان می توانند در سایه آن لانه بسازند. عیسی با مثل‌های زیادی از این قبیل پیام خود را تا آنجا که آنها قادر به فهم آن بودند برای مردم بیان می کرد و برای آنها بدون مثل چیزی نمی گفت. اما وقتی تنها بودند همه چیز را برای شاگردان خود شرح می‌داد. عصر همان روز عیسی به شاگردان فرمود به آن طرف دریا برویم. پس آنها جمعیت را ترک کردند و او را با همان قایقی که در آن نشسته بود بردند و قایق‌های دیگری هم همراه آنها بود. طوفان شدیدی برخاست و امواج به قایق می‌زد به طوری که نزدیک بود قایق از آب پر شود. در این موقع عیسی در عقب قایق سر خود را روی بالشی گذارده و خوابیده بود. او را بیدار کردند و به او گفتند: ای استاد، مگر در فکر ما نیستی؟ نزدیک است غرق شویم. او برخاست و با پرخاش به باد فرمان داد و به دریا گفت: ساکت و آرام شو. باد ایستاد و آرامش کامل برقرار شد. بعد عیسی به ایشان فرمود: چرا اینقدر ترسیده اید؟ آیا هنوز ایمان ندارید؟ آنها وحشت زده به یکدیگر می گفتند: این کیست که حتی باد و دریا هم از او اطاعت می کنند؟